سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباش آقای دکتر. حالا دوباره بیم بگو چی کار کنم؟ شما من مامانه ارزمم که با تو تماس میگرفتم برای ارزم. خب الان ارزم چطوره؟ الان ارزم رفتش خدا. خیلی خوب شد، خدا رو شکر. ارزم رفتش خدا. چی خوب شد؟ ارزم رفتش خدا. خیلی خوبه، خدا دعوتش کرده پیش خودش. الان دیگه هیچ دردی هیچ غمی نداره. شما چرا گریه میکنی؟ ببین به حرف من گوش کن، ببین تو الان مگه گریه نمیکنی؟ مگه نمیزنی تو سر خودت به خاطری که اعظم رفته؟ همین اعظم الان پشت سر تو وایساده، قصه داره میخوره که چرا مادرش داره به عذابش میده. تو با گریه کردن و قصه خوردن داری اعظم رو عذاب میدی. حواست باشه. و تو با این گریه کردن و قصه خوردن داری به خدا فحش میدی که شما غلط کردی اعظم منو گرفتی. درسته که ما به خدا فحش بدیم؟ آفرین. آرام باش. گوش کن، بگو خدایا شکرت. بگو خدایا شکرت رو بگو. آفرین. بگو خدایا شکرت، من راضیم به رضای تو. بگو من راضیم به رضای تو. بگو خدایا شکرت که اعظم منو نجات دادی. بگو. بگو. ول کن اونا رو، ول کن حرفای منو، تکرار کن. بگو خدایا شکرت که اعظم منو نجات دادی. خدایا شکرت که اعظم منو نجات دادی. آفرین. خدایا شکرت که اعظم نجات دادی. آفرین. اعظم الان برات کیف میکنه. من الان دارم میبینمش داره میخنده و خوشحاله. قبل وقتی که تو گریه میکردی میزیدی سر خودت، اعظم هم ناراحت. من یه داستان یه نفر رو برات بگم. یه فامیلی ما داری، دو تا پسر داشت. یه پسرش تماشین زد بهش مرد تو سن 14-15 سالگی. خب بعد این مادر خیلی گریه میکرد، میزد تو سر خودشو، متوجه؟ بعد یه شب پسرش اومد خوابش، خب مادر تو داری منو عذاب میدی، مادر نمیذاری من برم، بذار من برگردم پیش خدا. فهمیدی چی شد؟ نه. میگو فهمیدم که دیگه نبایست گریه کنم، چون تو باعث عذاب بچه‌ام میشم. الان تو هم داری اعظم رو عذاب میدی اگر اینجوری گریه کنی بزنی تو سر خودت. اعظم مأموریت الهیش تموم شد. دیگه نبایستی تو جهنم کره زمین باشه. الان رفته کجا؟ بهشت پیش خدا. تو برای چی حسودی میکنی؟ ها؟ اگر تو اینجوری گریه بکنی، ناراحت بشی، بزنی تو سر خودت، اعظم هم ناراحت میشه. و با این گریه کردن و زدن تو سر خودت داری به خدا هم فحش میدی. درسته این کار؟ نه. آفرین. تو با گریه کردن اعظم رو زنده میکنی؟ نه. حالا یه نفر، یه مادری رو در نظر بگیر، بچهش کلاس یکش تموم شده. خب این میاد خونه، مادر برای بایستی چیکار کنه؟ جشن بگیره برای این بچه. کلاس یکش تموم شده، داره میره کلاس دو. آیا درسته که مادر وقتی که این بچه فارغ التحصیل میشه از کلاس یک میخواد بره کلاس دو، مادر بزنه تو سر خودش بگه بچه‌م بدبخت شد، آقا معلم دوباره همینو بذار تو کلاس یک؟ درسته این کار؟ نه. الان اعظم هم از کلاس یک فارغ التحصیل شده بره میره کلاس دو. کی این کارو کرد؟ خدا. خدا کاراش انقدر بده که ما بایستی به خاطر کارهای خدا گریه کنیم؟ الان حس و حال چجوریه مادر اعظم؟ ها؟ ببین یه داستان دیگه برات بگم. یه مادری بچه 16 سالش مرد. خب بعدن اینم نمیتونست تحمل کنه، تصمیم گرفت خودشو بکشه. بعد خودشو کشت و بردنش بیمارستان، به زور نجاتش دادن. یکی دو بار دیگه هم اقدام به خودکشی کرد. بعد اصلا زندگی خانواده رو ویران کرده بود. خواهرش من زنگ زد، گفت تو رو خدا بیا با این صحبت بکن. وقتی من باهاش صحبت کردم، همین حرفایی که الان به تو زدم به اونم گفتم. گفتم تو باعث عذاب بچت شدی. بچه ای تو الان خجالت میکشه که مادری مثل تو داره. خیلی داره عذاب میکشه. گفت برای چی داری اینو میگی؟ گفتم خب خدا
این بچه رو برده خدا به دادتش بعد الان هم برش گردون. معمولیت الهیش این بود که یه مدتی پیش تو 16 سال به تو هدیه داده بود، خدا این هدیه رو به گرفت ازن. تو 16 سال از وجودش استفاده کردی، الان که برش گردونی تو اینجوری داری گریه میکنی، اون عذاب داره میکشه. بعد گفت تو درست داری میگی. گفتم چرا؟ گفت این بچه من رفته خواب همسایه‌مون، دقیقا به اون همسایه‌مون گفته مادر من داره منو عذاب میده. فهمیدی چی شد؟ خب اون مادره بود که گفتم دو تا بچه داشت، یکیش ماشین زد بهش کشت. یه چند ماه بعد اون یکی بچهش افتاد تو چاه مرد. یعنی دو تا بچه نوجوان ظرف چند ماه از دست داد. مادره بچه دومش که مرد، ببین چه اتفاقی افتاد. بچه دومش که مرد تصمیم گرفت که خودشو بکشه، رفت قرص زیادی خرید که بخوره و بمیره. روح بچه رفت خواب همسایه‌شون، به همسایه‌شون گفت، خانومی بود، گفت خانوم مادر من میخواد خودشو بندازه پایین. اینو شب اول رفتش گفت. بعد این همسایه‌ام بلند میشه، این خوابی یادش میاد، میگه یعنی چی؟ چی داره میگه؟ شب دوم پسره، همون پسره میره خواب همون همسایه، میگه مادر من داره خودشو میندازه پایین، مگه نمیگم بهت؟ میگه بازم تعجب کردم، یعنی چی؟ چی داره میگه؟ شب سوم میگه اومد خوابم، بازم گفت مادر من داره خودشو میندازه پایین، تو رو خدا برو کمکش کن. بعد از شب سوم اومد پیش این مادره، گفت داری چیکار میکنی؟ گفت حقیقتش من دارم خودمو میکشم. گفت برای چی؟ گفت به خاطر اینکه بچه‌م مرده. گفت الان دیشب بچه‌ت اومد خواب من اینو گفت. میگه اون موقع فهمیدم که خدا رحم کرد و من که زود اقدام نکردم به خودکشی. اون بچه من آگاهه، میدونه که من چه کار خطرناکی دارم میکنم. باش الان چه احساسی دیدی؟ الان خودم آروم باش. بگو خدایا شکرت که اعظم منو نجات دادی، بردی پیش خودت. شکر. من راضیم به رضای تو. لباس سیاه تنته؟ بله. درش بیار. به حرف مردم گوش نده. باشه؟ باشه. من یه کتابی خوندم خیلی جالب بود. میگم اینجا هر کسی که میمیره توی این قبیله مردم براش جشن میگیرن. ساز میزنن. انگار فارغ التحصیل شده. بعد یه رو گفت برای چی؟ مگه این مردم خوششون میاد که عزیزشون بمیره؟ گفت نه، اینا آدم های عارفی هستن، میدونن که این فارغ التحصیل شده و جشن فارغ التحصیلی دارن براش میگیرن. ما این باورمونو باید عوض کنیم، مرگی وجود نداره برای ما. انا لله و انا الیه راجعون. خب بعد آدم برگرده پیش خدا؟ نه. خب باید بزنی تو سر خوده؟ باید لباس سیاه براش رو پوشی؟ نه باش. باشه، بلند میشه لباسی کوچیک بپوشی. فدای تو. اسمت چیه؟ من کلارا. ببین هیچ وقت باور نکن که اعظم مرده. باش. اعظم همیشه کنارته. فعلاً برات کیف میکنه. همین اعظم الان داره میخنده. میگه ببین مادر منم آگاه شد. باش. یه کاری بکنیم، این گفتگوی من و تو خیلی قشنگ شد، بذارمش توی کانال های مردم هم بفهمن که دیگه برای عزیزاشون نبایستی گریه کنن. باش. به من بگو الان قبلا چی بودی، قبل از اینکه به من زنگ بزنی الان چطوری؟ یه چند تا جمله بگو. باش. الان خیلی آرام هستم، الان خیلی آروم شدم، تو فکرم بلند شخصونو بزنم فقط کلابونا دور بکنم. الان بلند میشم میرم فهمم به دوش میگیرم میرم به زندگی میرسم به مهمانم. آفرین. ببین روحیه بده به مهمانات. تو یک انسان بزرگ هستی، بگو که مرگی وجود نداره، من باور نمی کنم اعظم مرده. حتی من توصیه بهت میکنم سر خاکشم نری. من الان مادر من فوت کرد سال 1399 در اثر کرونا. خب من لباس سیاه نپوشیدم. همون روزی که مادرم فوت کرده بود، من بعد از ظهرش برنامه لایو اینستاگرام داشتم، یه کلاس آموزشی توی اینستاگرام گذاشته بودم، یعنی کلاسم هم حتی تعطیل نکردم.
بله. چرا باید تعطیل کنم؟ مادر من کیف میکرد برای من وقتی که اون کلاسو برگزار کرده. بله. و سر قبر مادرم هم هیچ وقت نمیرم. مادر من اونجاست. مادر من اونجاست، میگم تو اون قبر. نه. مادر من پیش خداست. مادر پیش خدا. خب پس مادر تو و تو هم همیشه پیش خدا هستی. نشنیدی که میگن خدا از رگ گردن به تو نزدیکتره؟ خب پس هم اعظم پیش توه هم خدا پیش توه، و چه سعادتی. اعظم ام اس داشت یادمه، درسته؟ من ام اس داشت ولی آقا دکتر خب کجا رفت؟ پیش خدا. میدونی چه مرگ با سعادتی اینجور مرگی؟ آره. متوجهی؟ آره. نه. میگه مولانا میگه مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از اون جانی برم بی رنگ و بو، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. میخواد کلا بذاره سر مرگ. میگه من مرگی برای من وجود داده؟ مرگ بیاد کلا میذارم سرش، من چیزی خوب ازش میگیرم، اونم چیزی بی خدا از من میگیره. من روح خدا رو ازش میگیرم، اون چی میگیره از من؟ جسم منو میگیره. یه جایی دیگه میگه چون جان تو میستانی چون شکر است مردن. اینو به خدا میگه. متوجهی؟ میگه تو وقتی جان منو میگیری انگار شکر داری به من میدی، خیلی شیرینه تو جان منو میگیری. چون جان تو میستانی چون شکر است مردن، با تو ز جان شیرین شیرین تر است مردن. یعنی اگر تو با خدا باشی مرگت خیلی شیرین میشه. میگه گر مؤمنی یا شیرین هم مؤمن است مرگت، گر کافری یا تلخی هم کافر است مردن. ما باید سعی کنیم مؤمن باشیم و شیرین، که مرگمون هم شیرین باشه. خدا رو شکر. ببین توی هر شرایطی خدا رو شکر بکن. شکر گذاری خانم سریع ترین راه شفاست. باشه؟ این روحیه قوی تو، این روحیه قوی تو به دیگران هم بده. به مردم بگو، بگو که اعظم من هیچ وقت نمیمیره. من خودم هم نمیمیرم. ما هممون روح جاودانه هستیم. باشه؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. موفق باشی. خداحافظ. خداحافظ. امیدوارم از این پادکست بهره کافی برده باشید و باعث افزایش سطح آگاهی شما شده باشید. کسب آگاهی مأموریت اصلی ما در این دنیاست، چون آگاهی ما ثروت اصلی ماست و در عالم جاودانی بالا این ثروت آگاهی که با ما جاودانه میمونه، نه ثروت مادی که ما در این دنیای فانی جمع میکنیم. هدف ما در کانال آکادمی پنا در یوتیوب و دوره خودآموزی معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی در سایت رستوران روح اینه که به این ثروت جاودانه آگاهی شما بیفزایید. اگه این پادکست براتون مفید بود حتما لایکش کنید و کانال آکادمی پنا رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا پادکست های جدید آکادمی پنا رو از دست ندید. لینک این پادکست و این کانال رو برای کسانی که بیماری سخت و لاعلاج دارن و شما میشناسینشون بفرستید، و همچنین برای کسانی که بیمار نیستن و میخوان از ابتلا به بیماری‌های سخت پیشگیری کنن و نیاز به آگاهی شفا بخش دارن، برای اونها هم لینک این پادکست و کانال رو ارسال کنید. شما رو به خدا میسپارم.